نبردهای عشایر در الانبار و دیگر استانهای به پا خواسته عراق، ضربات سنگین بر نظامیان مالکی. قوات التدخل السريع بينهم ضابط برتبة عقيد في تفجير منزل ملغم في حي الملعب. به گزارش تلویزیون الجزیره، عراق امروز شاهد حملات سختی توسط انقلابیون عشایر در استانهای به پا خواسته بود که در آن 32 تن از نظامیان و نیروهای امنیتی مالکی از جمله 17 افسر بلندپایه کشته شدند. در رمادی 14 تن از نیروهای واکنش سریع مالکی که در میان آنها یک افسر با درجه سرهنگ تمام بود کشته شدند. در استان صلاح‌الدین 9 تن از نیروهای امنیتی مالکی که در میان آنها یک افسر با درجه سرهنگ تمام و یک سروان بودند در دو حمله در بیجی و سامرا کشته شدند. در سلیمانبگ 13 تن از نیروهای واکنش سریع امنیتی از جمله سرتیپ راغب العمیری فرمانده پلیس دیالی کشته شدند. در کرکوک مبارزین شهرک سرهه را تصرف و جاده بغداد کرکوک را قطع کردند. در استان دیالی 8 تن از نیروهای واکنش سریع مالکی شامل 2 افسر بلندپایه کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. تلویزیون الجزیره در گزارش دیگری به نقل از شاهدان گزارش داد در درگیری‌های شدیدی که در دو منطقه در رمادی رخ داد 4 خودروی نظامیان مالکی به آتش کشیده شد. نیروهای مالکی در واکنش به این عملیات اقدام به توپباران رمادی کردند که ساختمان بانک خون رمادی در اثر این توپباران‌ها دچار حریق شد. به گزارش تلویزیون رافدین، نیروهای عشایر موسل یک برج نگهبانی متعلق به نظامیان مالکی را به کنترل خود درآوردند. در دیالی نیز 2 خودروی حامر متعلق به نظامیان مالکی منهدم شد و 1 هلیکوپتر نیز مورد اصابت قرار گرفت. تلویزیون رافدین گزارش داد سرتیپ ستاد راغب العمیری فرمانده پلیس دیالی و 1 سرهنگ ستاد که معاونش بود به همراه 20 تن از افرادش کشته شدند. منابع ویژه به رافدین گفتند سرتیپ العمیری در کشتار میدان هویجه دست داشت. وی فرمان داده بود تمامی متحسنین بیگناه را اعدام کنند و اقدام به تسلیح پرسنل پلیس کرد که شهدا را بیاورند و از آنها عکس‌هایی بگیرند و وانمود کنند که آنها مسلح بودند. رافدین همچنین گزارش داد به دنبال کشته شدن سرتیپ راغب العمیری 14 خودروی نظامی که عامل شبه نظامیان اصحاب الحق بودند به منطقه عملیات رفتند. در میان نیروهای عشایر کنترل خود را بر 8 روستا در شمال بغوبه اعلام کردند. رافدین افزود در یک تحول دیگر تعدادی از نظامیان مالکی در یک حمله به یک پادگان نظامی در خان بنی سعد واقع در جنوب بعقوبه در استان دیالی کشته شدند. نیروهای عشایر دیالی همچنین در نارین به یک پادگان ارتش و پلیس در دیالی حمله کردند. 3 تن از شبه نظامیان مالکی نیز در دیالی در درگیری با نیروهای عشایر کشته شدند. به گزارش تلویزیون العربیه، شیخ علی حاتم امیر عشیره دولیم گفت جنگ در الانبار بین نظامیان مالکی و عشایر الانبار است. این یک موضوع سیاسی است، زیرا که مالکی جنگ را برای اهداف سیاسی و استفاده از آن در انتخابات راه انداخته. در تحول دیگر، مقتدی صدر در خطبه نماز جمعه در کوفه سیاست مالکی در هدف قرار دادن مخالفان را محکوم کرد. به گزارش الجزیره، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در خطبه جمعه در مسجد کوفه در نجف گفت که سیاست دولت مالکی در را برای بنای دیکتاتوری جدیدی در عراق باز می کند. مقتدی صدر اقدامات مستبدانه مالکی را محکوم کرد و گفت صدای اپوزیسیون حق است و باید ادامه یابد. دور نگه داشتن برخی صداها از مجلس نمایندگان یا بستن برخی تلویزیون ها در را برای ایجاد دیکتاتوری و تشدید آن باز می کند.